بیشتر از سه قرن است که به عنوان بخشی از بریتانیا معرفی می شود. اسکاتلند کشوری با 5 میلیون نفر جمعیت که این هفته نمایندگان پارلمان 22 سالهش را انتخاب می کند. انتخابات سراسری این هفته در اسکاتلند برای 129 کرسی در این ساختمون یعنی پارلمان اسکاتلند نماینده انتخاب میکنه ساختمونی که فقط تصمیم هایی که مستقیما مربوط به بعضی مسائل داخلی در اسکاتلند باشه رو میتونه بگیره مثل تحصیلات خدمات درمانی و نحوه مقابله با تغییرات اقلیمی این پارلمان اما در مسائلی مثل سیاست های خارجی یا قوانین مهاجرتی و تصمیمگیری در قبال منابع انرژی قدرت چندانی نداره و همچنان وابسته به پارلمان بریتانیا در لندن. وابستگی که در این انتخابات استقلال طلب ها برای تغییرش تلاش می‌کنند. طبق آخرین نظرسنجی ها تعداد استقلال طلبان در اسکاتلند با مخالفان آن تقریباً برابر است. اما حزب ملی اسکاتلند حزب حاکم که حامی استقلال است همچنان در نظر ها از سایرین جلوتر است. همونطور که وزیر اول هم بارها اعلام کرده تلاش ما برای برگزاری رفراندوم بعد از عبور از همهگیری کرونا است اما بعد از پایان همهگیری ما نیاز به ایک اسکاتلند مستقل خواهیم داشت که قدرت مقابله با اثرات این پاندمی رو داشته باشیم و برای همین رفراندوم در این بره زمانی مهمه از پنج حزب پرطرفدار در اسکاتلند سه حزب با برگزاری مجدد رفراندوم استقلال در این کشور مخالفند حزب لیبرال دموکرات که در حال حاضر پنج کرسی در پارلمان دارد معتقد است در شرایط همگیری ویروس کرونا تمرکز باید بر بهبود شرایط اقتصادی باشد متوجهم که طرفداران استقلال چه احساسی دارند و کلافگی اونها را از دولت لندن میفهمم اما اونها باید بدونن که استقلال چیزی نیست که یک شبه به راحتی اتفاق بیفته روند بسیار دشواری داره که باعث ایجاد دو دستگی در کشور خواهد شد در رفراندوم قبل بیش از 50 درصد مردم رأی نه به استقلال دادند و بنابراین تعیین آینده اسکاتلند وقتی نیمی از مردم مخالفند پیچیده خواهد بود و این به خصوص در شرایط فعلی که ما باید روی عبور از ضربات همهگیری تمرکز کنیم صلاح نخواهد بود طبق قوانین فعلی بریتانیا، اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال به تایید پارلمان بریتانیا در لندن احتیاج دارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بارها مخالفت خود با برگزاری همه پرسی را اعلام کرده. فعلا زمان مناسبی برای برگزاری یک همه پرسی بی ملاحظه و بی مسئولیت نیست همین چند سال پیش یک رفراندوم برگزار شد خواسته ملت الان تمرکز بر کل کشوره و بازسازی اقتصاد و ایجاد شغل پیروزی مجدد احزاب استقلال طلب در انتخابات اسکاتلند لندن را برای برگزاری رفراندوم دوباره تحت فشار قرار خواهد داد رفراندومی که شاید این بار پیوند 300 ساله ی اسکاتلند به بریتانیا را خاتمه دهد. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال، ادینبرو، اسکاتلند.